فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور یمن روز دوشنبه برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای حمایت از آتش‌بس در یمن با میانجیگری سازمان ملل عازم عربستان سعودی و اردن شد. این نخستین سفر او پس از سفر جو بایدن به عربستان سعودی و دیدار با رهبران کشورهای عرب منطقه از جمله پادشاهان اردن و عربستان است. جمهوری اسلامی ایران در جنگ نیابتی با عربستان به نفع حوثی‌ها در یمن حضور دارد. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. تیم لیندر کینگ فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن از 25 ژوئیه به ریاض و عمان سفر خواهد کرد تا به تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و شرکای منطقه‌ای و یمنی آمریکا در حمایت از آتش‌بس ادامه دهد. بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، تعاملات فرستاده ویژه بر گسترش، تمدید و تجدید توافق آتش‌بس کنونی متمرکز خواهد شد. ایالات متحده از همه طرف‌ها می‌خواهد که به خاطر مردم یمن، صلح و بهبودی را به جای ادامه جنگ و ویرانی انتخاب کنند. در سفر اخیر رئیس جمهوری بایدن به عربستان سعودی، یمن یکی از محورهای مذاکرات بود. به رغم اتهامات حوثی‌ها مورد حمایت ایران علیه دولت قانونی یمن، توافق آتش‌بس که پس از 7 سال جنگ داخلی به دست آمده همچنان پابرجاست. عربستان سعودی حدود 6 سال پیش مستقیما در حمایت از دولت قانونی یمن وارد درگیری شد. تهران و ریاض روابط دیپلماتیک ندارند، اما حدود 1 سال است در حال مذاکره برای برقراری مجدد روابط هستند. برقراری روابط سیاسی بین این دو کشور تأثیر بسزایی بر روی آینده یمن خواهد گذاشت. طی هفته گذشته مقامات عربستان سعودی از ادامه مذاکرات با تهران خبر دادند و پادشاه اردن به رغم انتقاد از دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورش گفت امان مانند بقیه کشورهای عربی به دنبال بهبود روابط با ایران در چارچوب احترام متقابل و حسن همجواری است. دولت جو بایدن اوایل سال گذشته به منظور کاهش درد و رنج مردم یمن و اینکه آمریکا و دیگر کشورها بتوانند کمک‌های بشردوستانه به این کشور بفرستند، نام انصار الله یا همان حوثی‌های یمن را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی برداشت، اقدامی که ناخرسندی متحدینش به ویژه عربستان سعودی را به دنبال داشت. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.